این جلسه قرار ما به در بپردازیم دیوارها رو کوتاه و بزرگ و کوچیک کنیم فضای سبودی رو با هم دیگه بتونیم ببینیم و اگر تایم خوبی داشتیم به سراغ پنجره هم میریم خب برای درب ما کنترل دی رو که بزنیم به سراغ درب میریم لازم به ذکر تمام این شورتکات هایی که میگم شورتکات های رام مهراز هستش ولا غیر شورتکات هایی که شما استفاده الان کنترل دی رو شما بزنید انتقال رو انجام میده در شورتکات های معمولی پس ما از شورتکات های رامراز که در اختیارتون قرار گذاشتیم توی کانال آرشکت هستش و کلی ارتباط های ما از تو پکیج تو پکیج آموزش آرشکت, آرشکت هم هست شما میتونید ازش استفاده کنید پس اینو در نظر داشته باشید خب بریم سراغ آموزش من دوستانم تو همین فضایی که داریم با همین تنظیمات کمی که انجام داریم بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده و چه شکل شمایی داره و چه اتفاقی توی پروژه افتاد افتاده قبل از اینکه من برم سبودی یه چیزی رو بهتون بگم ببینید اگه شما کت کار میکردین دیگه این اتفاق جون شدن دیگه نبود و اینو داشته باشید که شما داشتین کلا راهتون اشتباه میرفت مثلا داشتین اشتباه میزدین پس در نظر داشته باشید که آن خیلی بهتون کمک میکنه در با سرعت بالا من تونستم پروژه رو طراحی کنم برم سبودی و اکستند رو بزنم و پروژمو رو ببینم این پروژه من شد به همین راحتی من انجام دادم لازم به ذکر بگم من هیچ متریالی ندادم متریال ها کاملا سازه ای هست این متریال متریال سازه ای خودش هست من از همون ابتدا بریک رو انتخاب کردم بریک یعنی در اصل آجر و خودش آجر رو انتخاب آجر معمولی خودش رو انتخاب کرد و هر اتفاقی هر اتصالی هر ارتباطی رو اینجا اومد چیکار کرد شکل داد پس این خیلی کار شما رو میبره بالا سرعت کار شما رو میبره بالا حتی شما میتونید توی فضای سبودی تنظیماتی رو انجام بدید تغییراتی رو اعمال کنید و پروژهتون رو جذاب و جذابتر کنید و به مرحله ارائه و پرزنت برسونید بریم تو فضای دو بعدی چون خیلی کار داریم تو فضای دو بعدی و باید کلی کار به قول خودمون انجام بدیم خب من رفتم تو فضای دو بعدی و سپس اومدم تو فضای سه بعدی اتفاق خاص افتاد اگه گفتیم فضا چیه اون اتفاق چیه اینی که لایه ها رفت چرا چون تو فضای سه من کنترل L رو اگه بزنم تو فضای سه یه فضای خاموشه و من هیچ کدوم از این ها انتخاب نشد. تو فضای سه بودی من باید این گزینه رو انتخاب کنم و اوکی کنم حالا تو فضای دو بودی برم و دوباره همون فضا رو بردارم یعنی تو دی درافتینگ رو برام فعال کنه دوست شد پس این رو در نظر داشته باشید اگر دیدین لایه هاتون رفت حتما به لایه های سری بزنید خب حالا بریم سراغ بخش اصلی درم ها درب ها کنترل دی هستن فوق العاده ان فوق فوقولاد پر ابتدا بهتون بگم که فیوریت های این به این صورت همین تعداد دربو داره شما فعلا جنریک رو داره اینتریور دور رو داره پکت دور رو و سلایدین دور برای تک تک اینا من توضیح دارم و بهتون توضیح میدم چه اتفاق قرار بیفته دور رو دابل کلیک میکنم و با دنیای از درب روبرو هستم لازم به ذکر بگم که شما این درب هایی که الان میبینید اینجا بخشی از کاره و هر کدوم از اینا پارامتر داره و هر کدوم از اینا میتونه تغییرات روش اعمال بشه و شما میتونید دونه دونه اینا رو کاستام کنید و تغییرات روش اعمال کنید خب هم تو که از نام اینا مشخصه من پیشنهاد می‌کنم حتما انگلیسی رو خوب کنید شما خیلی داره بهم سخت میگذره بعد باز به با فارسی تبدیل کنم فارسی هم میگم خب بعضی چیزا رو خیلی روتینه یعنی همه بیرون می... روتین انگلیسی خیلی بداهه هستش یعنی شما وقتی که بیرون میرید همین حرف رو میزنن یعنی میگن دور انتخاب کن نمیگن در رو انتخاب کن یعنی مگه داریم همچین چیزی خب امتی دور یعنی ف... شما اگه این در رو انتخاب کنید دربشو بذارید درب خالی به شما بهتون میده یعنی فضا رو خالی میکنه برای شما یک این ف... در فرض کن این دیواره این فضا رو چیکار میکنه خالی میکنه پس این بحث امتی دور که اینا هستش هر کدوم خواستید این برای اونایی که مهراب کار میکنه من ترفندی بهشون یاد بدم اونایی که مهراب کار میکنن اونایی که درس وردی های مساجد رو کار میکنن اینا واقعا لاده فوق ارزشمنده این دیگه نیازی نیست شما این طرح رو با همین شکل و طراحی کنید کافی فقط م... یکی از اینا رو کلیک کنید و به قولی عباد اندازه اینجا بدین و پروژه اعمال کنی تو کمتر از شاید بگم دو سه ثانیه یعنی انتخاب اوکی کلیک تمام به همین راحتی حالا بهتون میگم چطوری اعمال میکنیم روی پروژه گزینه بعدی دربای گاراژ هست گاراژ خب مشخص دربهاشون از دربای گاراژ برای دربای رول هم استفاده میشه دربای رول هم توی این قسمت هستش قسمت بعدی هنگ دور هستش در داخلی خیلی فوق العاده و پرکاربرد شما میتونید تک تک اینا رو طراحی کنید روشون ساختار بدید ساختار شکنیشون کنید و کلی کارهای دیگه میتونید انجام بدید قسمت بعدی روتیتینگ هستش در که میچرخند در که تحت یک زاویه میچرخند و درب هایی که در تجاری ها بیشتر به کار برده میشه هستش البته ناگفته نمونده این ترکی شما الان دارید میبینید سر خیلی ساده است اینقدر اینجا پارامتر داره شما میتونید تمام این پارامترها رو تغییر بدید قسمت بعدی اسلایدین دور هستش اسلایدین دورها یعنی درپای کشویی درپای کشویی که تو خیلی استفاده میشه حتی در خانه مسکونی و تجاری در قسمت بعدی اسلایدینگ فولدینگ دور هستش اونایی که به صورت آکاردئونی هستش رو نمایان میکنه که دو مدل هست ولی این دو مدل دو هزار مدل عملا شما میتونید هزار تا کار روش انجام بدیم و هزار تا مورد تر بذارین حتی گزینه کاستام داره اونی کاستام دور لیف که شما توی این کاستام دور لیف میتونید کلا بیاین رو طراحی کنید حالا بهتون میگم گزینه بعدی هم که گزینه های استور هستش فوق برای اونایی که مثلا مرکز خرید میخوان طراحی کنن فضاهای تجاری بیشتر استفاده میشه یا فضاهای آموزشی میتونه استفاده بشه و تک تک اینا هم گفتم میتونید چیکار کنید اعمالات رو روش انجام بدید خب و در معمولی در قسمت این در این قسمت میخوام به شما آموزش بدم بریم سراغ اولین در در به یک طرفه به سمت راست باز شوه فکر میکنم یک و کافی باشه حالا دقیق نمیدونم ارزش چنده ولی خب ارزش رو دقیق انجام میدیم خب من این گزینه رو انتخاب میکنم شما فضای سبودی این رو هم همین الان دارید میبینید فضای سبودی رو پس دقت کنید چه اتفاقی داره میفته و چه شکلی هستش و روش کار کنید اولین گزینه‌ای که میبینید ارزمونه خب ارز ما در ورودی یک و بیست هستش حالا فهم بیشتر هم باشه یا کمتر هم باشه یک کنیم احتمالا باید باشه ولی خب ما یک و بیست در نظر میگیریم باز اونجا میخوام با ویرایش کردن هم شما رو آشنا کنم ارتفاعش دو ده خب استانداده تمام آبجکت ها در پنجره به صورت استاندارد و بی آی ام شده در آرشیکت وارد شده یعنی شما عملا یه نویفرتیه که شما در دسترس دارید من خودم دوره دانشجویی خودم آرشکت رو به این صورت آموزش به این صورت کار میکردم مثلا استاد میپرسید که آقای چرغنده شما به من بگو که ابعاد یک میز کنفرانس چطوریه حداقل ابعادش چطوریه بعد من لپتاپ جلون بود و من اونجا میگفتم که خب اگه اجازه بدین یک دقیقه من گفتم خب اون زمان اینترنتی هم نبود که خب مثلا همون لحظه بری تو اینترنت نگاه کنی لپتاپی باز میکردیم لحظه نگاه میکردیم بلافاصله بهشون میگفتم که مثلا ابعاد میز کنفرانس اینقده چطوری با استفاده از همین نرم دیگه نیازی نبودی که من برم سراغ کتاب نوریفر دونه دونه فهرستش رو نگاه کنم کافی فقط کلیک کنم در پای گاراژ حداقل مشخص کرده حداقل اباد درب اتاق خوابم که میدونید 90 که ما اینجا 90 در نظر گرفتیم براش بر از ابتدا اومده بود پس این هم در اتاق خوابیه که ما داریم روی پروژه اعمال میکنیم ولی چون میخوام کاستامش کنم هیف کنیم این کار رو انجام میدیم البته لازم به ذکر که از این در از این دربایی که من الان دارم کلیک میکنه انتخاب میکنم استفاده میشه یا این درب دابل درب ها استفاده میشه عملا برای حالا من میتونم اینو برای جلویش استفاده کنم برای این استفاده کنم و اینو یه درب دیگه بذارم دو و ده ارتفاع و ارتفاع از سطح زمین چنده این خیلی مهمه ما حالا ابتدا من باید اینو اوکی کنم حالا اوکیش میکنم و دوره برمیدارم ارتفاع من از سطح زمین چند یک ارتفاع 20 سانت اینجا اومده یه 20 سانت هم اینجا 40 50 60 60 سانت من ارتفاع اومده حالا حتما با خودت میگی خب 20 سانت ارتفاع برای اینجا سنگین اذیت میشه بچه مثلا میخواد بره بالا 20 سانت برش زیاده 15 سانت میکنیم 15 سانت ببینید هر خط تو یه ارتفاع پله در نظر بگیریم 15 سانت 30 سانت 45 سانت 45 سانت دیگه میشه این فضا خب و ما بعد روی 45 سانت اینو چیکار کنیم اعمال کنیم پس اینو من ارتفاعشو از اینجا اعمال نکنم بذاریم از همونجا ارتفاعشو چهل و پنج در نظر میگیرم پس ارتفاع از سطح زمین چهل و لازم به ذکر بهتون بگم ارتفاع در تغییری نمیکنه فقط ارتفاع از یه اوکابه اون در نظر گرفته میشه ل... یا اون پادریش در نظر گرفته میشه که چهل و پنج. خب میخوام این خوشگلش کنم چیکار کنم؟ میام مثلا این گزینه رو کلیک میکنم یا مثلا میخواین عملا دیوار صلح استفاده کنی دیوار صلح البته چون من میخوام از این گزینه برای این قسمت استفاده کنم درب داخلی استفاده کنم معمولا از این درب شیشه ای استفاده میکنم که فضا یه مدار بهتر دیده بشه چون این خودش یه مدار نوری هم به قولی گرفته بشه نوری هم وارد بشه میتونیم از این کار استفاده کنیم البته فضا کاملا ویلایی از ویلایی هم مهم نیستش اون بحث محرمی هم اینجا که مم... ام... کاملا مشخص یه فیلتر ورودی داره دیگه نیاز به هیچی نیستش اینا پس این بود بعد دومی موضوع اعمال در اصل هندل اون هستش یا دستگیره اون شما میتونید از این دستگیر استفاده کنید تصویر سه رو دقت کنید از این دستگیر میتونید استفاده کنید از این دستگیر رو میتونید استفاده کنید و دستگیری های متنوعی که شما دارید و میتونید ازش استفاده کنید معمولا همچون چون درب دوم هستش درب دوم یک به قولی از همین معمولی ها میخوره مثل مثلا اینا میخوره یک قفل معمولی به این صورت اینم از این. توضیحات دیگه در قسمت های دیگه نمیدم بهتون برید دنبالش و به دستش بیارید خیلی ارزش داره و خیلی پرکار برده این حرفای من مطمئن باشید که به درتون میخوره بریم سراغ قسمت های مهمش قسمت های مهم دیگه ای که هستش بریم اینجا هندل ها رو پس اینجا میتونید تغییر بدید ارتفاع هندل و نوعش رو میتونید مشخص کنید شاید اصلا شما یک دربی داشته باشید که خودتون طراحی کرده باشید میتونید اینجا اونو اعمال کنید و میرسیم سراغ قسمت بهترین قسمتش و فوقلاده پرکاربرد این قسمت این قسمت برای 2D اوپنینگ انگل و 3D اوپنینگ انگل هستش یعنی شما این قسمت رو میتونید چیکار کنید برای نگاه کنید پلان 90 درجه باز شده ببینید اگه من اینو 60 درجه کنم این میشه چی؟ بازشش به صورت 60 درجه میشه خب معمولا از همون 90 درجه استفاده میکنن تیریدی چطوره؟ تیریدی یعنی فضای سبودی من برم تو فضای سبودیش فضای سبودی رو من اگه بخوام سی درجه در با باز کنم در سبودی نمایش داده میشه و اینو برای اونایی که انیمیشن کارن فوقلاده به کارشون میاد پس سی درجه من اینو باز کردم پس اینم از این موضوع دوم بعد کلیک میکنم اینجا رو و آیتم بعدی رو انتخاب میکنم ببین بازشوی در اینجا معلومه اونایی که میخوان خطی کار کنن اونایی که دنبال کارهای خطی هستن این گزینه رو اوکی کنن و این اوپن لاین رو بردارن ببینید دیگه بازشوی اون مشخص نیست که من معمولا این کار رو انجام میدم برای شما خب خوبه این کار رو انجام بدید خب تر این رو هم میتونید شما تغییر بدید میتونید استریتش کنید ببینید اینجوری بشه میتونید به این صورت باشه اوپنینگش به صورت یه خط باشه یا اینکه پیشفرز خودش به این صورت باشه که اون دیگه بستگی به خودتون داره که چطوری میخوای کار کنید بریم سراغ بعدی گزینه بعدی ما گزینه های متریال دهی به دربمون هست متریال دهی به درب خیلی ساده است شما اگه این گزینه رو انتخاب کنید چوین میشه این بدید من برم سراغ تغییر تو متریال ندم و برای شما توی دیوار متریال سازی متریال دهی رو بهتون یاد بدم کرو رزولوشن رو هم معمولا من روی پنجاه در نظر میگیرم. کرو رزولوشن شما توی آرشیکت قادر خواهید بود تا حتی با, سیز با بد زعیفترین سیستم هم کار کنید چون شما میتونید اینجا رزولوشن بدیم بهشون و من معمولا پنجا براشون در نظر میگیرم چون یه مقدار گرتر هرفیتر تر تمیزتر بهشون میده اگه میخواین رندرهای فوقلاده تر این اینو ببرید بالای سطح این پس از این موضوع بریم مبحث بعدی توی این قسمت شما نوع پلان قرارگیری اون رو به صورت در اصل واقعیت مجازی میبینید یعنی چی؟ یعنی توی پلان شما مثلا به چه صورت به چه صورت پلانتون می این معمولا توی الان ببینید مثلا به این صورت شده به این صورت تشکیش اعمال شده شما میتونید ببینید اما بحث اصلی اینجاست که شما زمانی که مثلا من کلیک کنم به این صورت چارچوبه درخورده در خورده یا مثلا به این صورت چارچو در خورده داخلی اومده این بحث اصلیه که خیلی ها انجامش میدن خیلی باقولید درگیرشان گرفتارشان برای که انواع شرکت ها با انواع طرح و نوع در از پلانی شما الان نگاه کنید به این صورت اگه دو تا در دو تا دیوار اینجوری در نظر بگیرید پنجره یا در بتون میشه این شکلی وسطش میشه اینجوری در پلان هم دیدین که تغییر میکنه من اینو بزنم وسط باشه به این صورت در میاد یا هر مدل دیگه ای که من معمولا روی همون نوریویل انتخاب میکنم خب پیش فرضه ولی خب اتفاقای دیگه شما میتونید روی پروژه خودتون اعمال کنید و تغییرات رو روش بهش بهش به قولی بدید خب برگردم به به حالت اولی برم سراغ گزینه بعدی اینجا هم همون موضوع یعنی شما همونا رو به صورت ریورتای البته در زمانهای قدیم همین اتفاق بود که اینجا میتونید ریز ریزشو در بیارید مسانیری آرک من اگه مسونری آرک رو بزنم در اینجا میبینید که بالای اون یک در از لغاز شکلی داد یک شکل آجوچینی داد به هر مدل از اینا رو انتخاب کنید یک طرح داره و طرحهای متنوع که من ازش استفاده نمی‌کنم. و درم معمولی رو دارم استفاده در نهایت هم شما اگر میخواستین بالاتون بالای اون چارچوبی داشته باشه نداشته باشه اون کارتون به قول اون فایلتون رو اعمال میکنید اگر هم بخواید زیرش یک پاگیری داشته باشه میذارید اگر بخواید بغلای اون یه سری به قولی خورشید گیری داشته باشه اینا رو انتخاب میکنید استفاده میکنید خب که ما معمولا ازش استفاده نمی‌کنیم اگر اگه استیلی هم بخوایم برای پروژه‌تون در نظر بگیرید که سازش روی اون سوار بشه البته به ما گفته نماند که آنچنان اعمال نمیشه یعنی چیزی که دیده نمیشه اونجوری نگران اون موضوع نباشید که میتونید از این گزینه استفاده کنید و همچنین قسمت های دیگه که شما میتونید استفاده کنید معمولا من اینو استفاده میکنم یک فایده اینچنینی حتما داره معمولا برای اون بحث سوسک نیاد داخل و از این حرف خب اون مدل شماتیک که دیدی بریم سراغ قسمت های بعدی قسمت بعدی که من میخوام خدمت شما عزیزان بگم قسمت فوق العاده این قسمت هستش برای دیو... برای زخامت چینی. شما اینو دقت کنید اینا که خاموش م... یعنی نمیتونید اعمال کنید ولی تمام اینا با هم جوین شده یا یعنی چوین شده در اصل من اگه بخوام زخامت این چارچوب رو اضافه کنم کافی روی این گزینه کلیک کنم داخلی زخامت داخلی اون بخوام اضافه کنم کافی اینجا رو کم یا زیاد کنم اینجا هم که کلیک کنم نوشته از دو میل دیگه بیشتر نشد این دو سانت بیشتر نباید بشه این هم که همون سانست توضیح دادیم براتون در رابطه با متریال دی هم که فعلا توضیح نمیدیم این هم برای بورش و نماست که خودتون میدونید در قسمت قبلی وال بهتون توضیح دادم در میتونه توی اینجا ببینید قرمز رنگه شما میتونید کم یا زیاد یا هر رنگش در نظر بگیرید و اتفاقات این شنینی در قسمت آخر هم که شما متر برآورد دارین که در قسمت من متر برآورد به شما آموزش رو میدم خب پس من این قسمت رو به صورت کامل توضیح دادم من اون پادریش رو میتونم از اینجا بردارم و دیگه سادهش کنم خب اینو براتون کامل توضیح دادم بریم سراغ قسمت بعدی قسمت بعدی هم که فلور که دیگه نیازی به توضیح نداره توضیحات رو در قسمت قبل گفتم دایمنشن برای قسمت پلنیه نگاه کنید من مثلا اینجا اگه من این گزینه رو کلیک کنم اجازه بدیم مثلا اینجا بعد نه کدیمج یه پلاگینی که من نصب کردم مثلا این خب می یک و بیست ارتفاع یک و بیست عرض در دو ده ارتفاع اگه من اینو انجامش بدم میاد روی چی؟ روی پروژه شما روی در از پلان, پلان پروژه شما متوجه شدین پس این خیلی پرکاربرده برده بهتون استفاده میشه برای اونا که فاز دو کار میکنن فوقلاد پرکار برد و ارزش مند هستش نمونه های دیگه ای هم داره میگه که اینجور اینطوری میتونم برات حذفش کنم میتونم مثلا توی دیوارت اینجوری اعمال کنم و بعد برای من اینطوری نمایش داده میشه حالا نمونه درهای دیگهش هم هست درهای دیگهش رو بهتون بگم مثلا دور این مدل هست این مدل در ببینیم مثلا میتونه فقط اینطوری یادداشت کنه و هر مدلی که شما بخوایم در قسمت فاز دو ازش استفاده کنیم کدیمیج هم باز من رفتم کدیمیج کدیمیج یک پلاگین هستش من توی پکیج پلاگین ها رو به صورت رایگان براتون میذارم مثلا این کدیمیج که خیلی سخت برام پیدا شد ولی بله خب با کرکش در اختیارتون قرار دادم خب من همین گزینه معمولی خودم که معمولا خودم استفاده میکنم رو میتونم اینجا استفاده کنم و بهتون به نشون بدم خب در رابطه با تنظیماتش برید پس سراغش رو خودتون یاد بگید من دیگه توضیح نمیدم خیلی ساده است دیگه تکس و ایناست همش همش هم مشخص هستش بریم سراغ قسمت آخر برای کلاسفیکیشنش کلاسفیکیشن این دربه بله سازه ای هم هست لود برینگ شده داخلیه این یکی داخلیه و در قسمت ترمال کاری نداریم بهش مدلش اینا رو میتونیم تغییر بدیم میرم تو قسمت آی سی رو درست میکنم بعد دیگه اینا رو فعلا لازم نداریم انرژیش هم فعلا کاری نداریم بهشون باید سیمی باشه و با این هم شما میتونید اوکیش کنید یعنی یس بزنید براش خب قطعا این آتیش میگیره با این وضعیت بس من اینم رو ترو کنم برم سراغ قسمت آی مدل آی اف سی مدل من میشه اینجا در اصل اپلای میکنم و اینجا میزنم دور خب سرش میکنم اکستریور دور معمولا از exterior اکستریور دور استفاده میشه اینتریور دور معمولی رو در نظر میگیرم برای که شما ساده تر یاد بگیرید اوکی فایل آی اف سی هم درست کردم و عملا چیز دیگه نمونده اتفاق دیگه مثل همون آتش و اینطور چیزها رو که شما میتونید ترو کنید یعنی آتیش میگیره اگه خب قطعا آتیش میگیره دیگه آلومینیوم هم باشه آتیش میگیره زوب میشه نقطه زوب داره بالاخره خب پس اینم از این موضوع اوکی میکنم و آخرین گزینه چی هستش آخرین گزینه کدیمیج منه که همون پلاگین منه که من فعلا توضیح در رابطه باش نمیدم اوکی Uh, میریم سراغ ببین من هم بلا فاصله اومدم اینجا میتونم چیکار کنم کلیک کنم آه متاسفانه ابعاد اینجا رو درست نداده معمولا باید ورودی یک و نیم حداقل باشه ولی خب دقیقا یک و بیست درصد خب من میبینی که نمیدونم دقیقا چجوری کلیک کنم که این وسط در بیاد البته ناگفته نماند که این ببینید یک خطی که اینجا افتاد یعنی وسط اینو در نظر گرفت تنظیمات اینا به شما میگم به چه صورته در نظر گرفته شده اما سه تا گزینه اینجا داره میگه که شما از این سمت میخواین باشین نگاه کنید از این سمت میخواین بگیرید یا از بغل دیوار که میخواستیم بگیرید از این سمت من این یکی رو میخوام به این سمت باز کنم و اینجا رو به قولی کفش کفش کن در نظر بگیرم این یکی رو از اون سمت باز کنم پس اینو اینجا کلیک میکنم میان روی این گزینه کلیکمو انجام میدم کلیک دوم به شما میگه کدوم سمت میخواید باشه پایین بالا این سمت به این ور باز بشه به داخل باز بشه به این سمت باز بشه این دیگه برای شما چیکار میکنه مشخص میکنه که من دوست داشتم به این سمت چپ باز بشه این بازشوی من به سمت چپ باشه این کار رو انجام دادم طبق استانداردی که بهش داده بودم برای من چیکار کرد در رو دقیقاً محاسبه که البته خودتون میدونید که اندازه به قولی نوشتارش خیلی زیاده و من میتونم اینو تغییر بدم که روش رو گفتم خودتون برید دنبالش ولی خب اینو چون خیلی واجب تره من به قولی رو بهترش میکنم اینو ده در نظر میگیرم دایمنشن پوزیشنشو شو هفت در نظر میگیرم و اکستریورش هم چهار در نظر میگیرم اوکی okay. البته این فهم میکنم بالاتر باشه بهتره اینو میتونم از همینجا ببرم بالا ببینید من در رو که انتخاب کنم میتونم اینو از همینجا در نظر بگیرم این رو هم ببرم بالاتر حالا میرم سراغ تکسش تکسش رو کوچیک میکنم در قسمت بعدی مارک این نه این رو هم کاری ندارم اینجا تکست رو یک در نظر میگیرم حالا میتونیم فونتش هم تغییر بدین که دیگه اینا دیگه کاری نداره قطعا اوکی اینو من اومدم کوچیکش کردم و درستش کردم این از این خیلی ساده اومدم براتون توضیح دادم که به چه صورت کار میشه انجام داد من دوباره قطع چکون میگیرم و یه دونه درب دو طرفه برای این پایین در نظر میگیرم تنظیماتش خیلی ساده است من دیگه به جلو که میرم دیگه این توضیحات رو عملا کسر میکنم و برای شما اعمال نمی کنم دیگه اون دیگه نوبت خودتونه که این کار رو انجام بدید اینجا عرض یک و بیست بیشتر نداشتیم متاسفانه درست نیست باید یک حداقل باشه و اینجا رو هم چه از خواهی میکنم من فکر میکنم دورم دابل نیست این دو دور دابله این دور دابله که من یک اون ثابت بودش اون مدل اولی یک و بیست نظر گرفتم تنظیماتش رو فکر میکنم درست هستش توی گزینه اول توی سه بودی بیام یک سری خوشگل مشکلش شونیم و تغییراتی بهش بدیم یک در بی براش بذاریم و یک, یک به شیشه های مشبک درست کنیم و کار این به راحتی شما پس میتونید اعمال کنید هر مدل هر تر هر عنوانی که خودتون بخواید میتونید اعمال کنید خب این یکی برای اون قسمت گوشی اون سمته خیلی کوچیکه اینو من خودم درستش میکنم بهتون میگم به چه صورتم درست میشه من اینم مشبک این شکلی در نظر میگیرم بعد حالا مینیم درستشم میکنیم خب این خوبه همطوری بریم سراغ این قسمت باز شدن در باز شدن در باز شدنش که دو دو تاست عملا و استفاده میشه من فعلا هیچ کدومش رو باز نمیکنم این دوتار کلیکش رو بر میدارم اوکی متریال فعلا کار ندارم رزولوشن رو پنجا میکنم قسمت بعدی اوکی اینجا هم کاری نداریم بهش کانتری بهش نمیدیم پریتر نمیخوره من برم سراغ بازشو شو و همینجا پیدا کنم اون تری که میخوام و و برای اون در نظر بگیرم خب بیزه بدین اینجا گزینه ای تحت عنوان همین اولی شیپ خب از همینجا میگه که یک سمتش آه چند باشه من 90 در نظر گرفتم خب اون یکی قطعا خیلی کم میشه میشه سی و به خاطر همین خب کار من خیلی عملا سخت میشه اگه من بخوام دوتاشو نصف در نظر بگیرم به این شکل میشه پس باید اینو عملا از 90 خارج کنم مثلا ببرم 80 کنم که خیلی کمه و واقعیت نداره چون عملا چه چیزی وجود نداره ما نمیتونیم 80 در نظر بگیریم پس اصلا بیایم یک کاری کنیم بیایم اینو به صورت ثابت در نظر بگیریم چون واقعا زشت میشه این طرح اینجا همون ثابت در نظر میگیریم و ارزا همون یک و بیست در نظر میگیریم و شکلش هم به این صورت میشه و ترش هم اینطوری میدیم حالا میتونیم اینو مثلا اینجوری مشبک بدیم و حالا اینو مثلا مدل رو انتخاب کنم خودم هم حالا میتونم تغییرات بهش اعمال کنم و از این ارز الان سی هستش شیشه میتونه کاملا شیشه یک دستی هم باشه اصلا کاری میتونیم اینجوری بهش مشبکش هم بکنیم البته اسخای میکنم که مال اونه میتونیم حتی مشبکش هم بکنیم تو دومی توی این ولی فعلا نیازی نداریم اینجا میتونیم مشبکش بکنیم یا به این صورت مثلا من درش بیارم یا این شکلیش کنم که دیگه اون دیگه بستگی به خودتون داره که چه مدلی رو مد نظر دارید حالا من فعلا همین مدل رو در نظر میگیرم و میرم سراغ قسمت های بعدی سریعا تغییراتی که بخوام و اعمال میکنم و اوکی رو میزنم اوکی تنظیمات دیگه ای هم چون اکستریوره من فقط سریع اینو ببرم روی برینگ فازاشو بکنم اکستریور ایناش درسته من جای اف سی شو به دور اکستریور دور تغییر بدم اوورسایز هم میتونه البته او اوورسایز که نیست متاسف این میتونه باشه و اپلای اوکی و نهایت هم دوباره اوکی رو میزنم حالا دوباره اینجا میام کلیک میکنم وسط هم گفتم که اگه بخوایم شما وسط بذارید اینجوری میتونید چیکار کنید گزینه وسط رو از اینجا انتخاب و وسط اون رو در نظر بگیرید اینجوری حالا کدوم سمت باشه بازشوش این ور باشه این ور باشه ما قرار بود بازشوی این 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 سمت باشه این هم اینجوری در نظر میگیرم و اینو اصلا کلا دارم, دارم برم اون ثبت این به این صورت خب این هم از این مرحله اول دربگذاری ما به اتمام رسید مرحله اولمون پس عملا به اتمام رسید مرحله بعدی دربگذاری خیلی ساده تره و شما یه درب اینجا دارید اینجا که درب نداره یه درب اینجا داریم و خیلی هم ساده میتونید انجامش بدید سریعا پس این کار انجام بدیم کنترل دی درب سرویس بهداشتی 80 یا 75 میتونه باشه و البته از این مدل استفاده میشه 75 حتی میتونید از درب های دیگه هم استفاده کنید هر مدلی که شما خودتون نظر و سلیقه مثلا از این مدل استفاده کنید هر, هر که سلیقه خودتونه من دخالتی توی سلیقه شما ندارم درب میتونه کاملا شیشه ای شکل باشه اینجوری نیست در عمل. باید بریم سراغ درب های این مثلا. دیگه چه مدل هایی هستش درب مدل زیاد است به شما کمک میکنه هر مدلی که بخواید انتخاب کنید این مدل من خیلی قشنگ میپسندم البته نگران مشجر بودنش نباشید اون مدل رو من توی قسمت دیگه بهتون تو آموزش میدم قطعا همچین دربی دستگیره دستگیری نداره دستگیری ساده بهش میخوره قسمت بعدی سریعا تغییرات رو اعمال میکنیم در دستگیره نباید باز باشه باز شو در نظر نمیگیریم و اینجا رو هم پنجا در نظر میگیریم قرار بود متریال دیرم جلسه بعدی بهتون بگم خب توضیحاتی نداره بریم سراغ کلاسیفیکیشن لود برین که اکستریور هست اینو اینتریور میکنیم و دیگه بهتر از همون قطر چکونی که بهتون گفتم استفاده کنیم فوق است ببین قطر چکان درست نیست اون قطر چکونی که من میگم بهتره همون مدلی بگیم بهتره خب دور و اینجا کلیک اینتریور اپلای اوکی و اوکی میام دقیقا کلیک کنم از اونجا که یه مقدار فاصله از دیوار داره و وسط هم نیست من از این گزینه ها استفاده میکنم از این گزینه خب این ارزش رو متاسفانه بازم خیلی بزرگ داده که قطعا این همچین چیزی نداریم ما حالا ما هشتادش میکنیم نهایت اینجا میزنیم هشتاد خب این هم از این از قدر چون استفاده استفاده کردم میارم اینجا و اینجا رو هم به همون مقدار میدم. فکر میکنم اینجا بعد یک حمام باشه حالا احتمال زیاد به این صورت خب دیگه بحثی باقی نمیمونه توضیحات اصلی رو به شما عزیزان دادم توضیحات فوق العاده ای که به دردتون میخوره به کارتون میاد و برای پروژه تون فوق العاده سریعتر انجام میشه من الان یه مقدار دارم کند آموزش رو میدم برای اونا که خیلی مبتدی هستن ولی در قسمت های بعدی دیگه از این دی خبرها نیست در قسمت های بعدی دیگه من پنجره رو نمیام ریز ریز بهتون توضیح بدم همین اتفاقی که تو در افتاده تو پنجره هم میفته و باید سرعت عملتون رو ببرید بالا و سریع تیار بگیرید همه شما عزیزان به خدای بزرگ من نان میسپارم خدایا رو نگهدار شما